بسم الله الرحمن الرحیم بیننده و شنونده برنامه اسلام قرآن از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه شما بخیر، امیدوارم خوش باشین و جمعه تان تا این لحظه ها خوش گذشته باشه و با بقیهش هم خوش بگذره. خوشحال است باز هم بشیر سیرت با تقدیم برنامه اسلام قرآن به گونه نشر مستقیم تا یک ساعت در خدمت شما هستم و تمنای همراهی شما را تا ختم برنامه داریم. امروز در برنامه انشاءالله جناب آقای دکتر فضل الرحیم بصیرت استاد دانشکده شرعیات دانشگاه کابل هستند با ما، اما تا فعلا نرسیدن و ممکن در ازدحام در ترافیک راه مانده باشند، انشاءالله میرسن با ما. تا فرصتی که جناب استاد میرسن ما تماس های شما را بگیریم، سوالی دارین بپرسین، فرصتی که استاد رسید انشاءالله باز میریم به طرف پاسخ جناب استاد. 020-220-1093 در خدمت شما هست. همکارای بخش نشرات هم امیدوارستم شماره برنامه را در روی تلویزیون ها نشر کنن و صفحه فیسبوک و برنامه های اسلامی ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با فارسی نوشته کنین. سوالی داشتین، نظری داشتین، ما در خدمت شما هستیم و شماره تماس واتساپ ما 0782-22-47 منتظر تماس های شما هستم. دوستایی که سوال ارسال کرده بودین او سوالات هم در یادداشت های ما هست، انشاءالله مهمان ما برسن از جناب استاد میپرسیم. و یک نکته یادآور شم که جناب آقای دکتر محمد ولی حنیف در چند جمعه ای که بنابر مصروفیت های شده که نمیتونن با ما در برنامه باشن، انشاءالله امیدوارستیم که از این بعد ایشان هم از مصروفیت ها کمی خود فرصت بسازن و برسن به برنامه تا دوستا از دانششان از گفته هایشان مستفید شوند. منتظر تماس های شما هستیم دوستای عزیز. 020-220-1093 در خدمت شما هست. سوالی داشتین، نظری داشتین، ما در خدمت شما هستم. همکارای بخش نشرات امیدوار هستم که شما رو تماس نشر کنین تا دوستا اگر سوالی دارن بپرسن. مورد دوم ما امروز در برنامه بحث نکاح هست، چون در این مورد بسیار ما سوالات بسیار زیادی می داشته باشیم و دوستا بسیار می پرسند، دوچار مشکل هستند. ما بنابرم پیشنهاد دوستا و سروران گرامی مورد بحث بخش دوم خود نکاح گرفتیم. همکارا تماس داریم؟ خب تماس می گیریم. بله بفرمایید. بله خب تماس قطع شد. دوستای عزیز امروز مهمان ما آقای دکتر فضل الرحیم بصیرت هستن، فکر میکنم که در راه هستن و تا فرصتی که ایشان میرسن فقط تماس میگیریم و دوستا سوالات خود مطرح کنن. باز بعدش استاد که رسید دیگه تماس نمیگیریم و منتظر پاسخ جناب استاد میباشیم و امیدوارم که استاد هم برسن، چون قرار گذاشته بودن با ما که ساعت رأس ساعت 12 میرسن. همکارای بخش نشرات احادیثی که هم به نشر داریم امیدوارستم او احادیث هم آماده بسازین تا فرصتی که اگر استاد میرسه خوب است که از احادیث و از گفته های ناب پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم هم استفاده کنیم. پوزش مذرت بابتی که من هم امروز ساعتم کمی خوب نیست و همی مرضای موسمی مرا هم کمی دامنگیر ما شده و از آواز ما و کمی ممکن خشنتر شده باشه، پوزش مذرت میخواییم. منتظر تماس های شما هستیم و پیش ازی که تماس بگیریم خوب است که یکی از احادیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عن حذیفت رضی الله عنه قال کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. از حذیفة رضی الله عنه روایت شده که گفت چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب به خوابگاهش قرار می گرفت، دستش را زیر رخسارش کرده و سپس می گفت بار خدایا
به نام تو می میرم و زنده می شوم. و چون بیدار می شد می فرمود. ثنا باد خداوندی را که بعد از میراندن ما را زنده کرد و بازگشت ما به سوی اوست. خب تماس میگیریم و بعد از تماس حدیثی از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم. فهیم جان روی خط تلفن هست. بله بفرما فهیم برادر. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. امکارا داخل استودیو را صدا بتین برما. بله فهیم جان امکارا داخل استودیو را صدا بتین برما. سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. میخواستم یک سوال داشتم. بفرمایید فهیم جان سوالتونه. همین مادر ما هست. مادر ما مورا نمیمانه خانه جدارش نمیمانه. همین چی رفت هم دفت خانه مادرش نمیمانه. خواه شوهر خانم خدا نمیگذاره که به خانه پدرش بود. خدا خالی هم سلامت باشید. بله درست است فهیم جان قند. سوال تو را گرفتیم. انشاءالله جناب استاد که رسیدن پاسخ خدا ارائه میکنن. دوست عزیز یک مورد بسیار مهمی که در افغانستان وجود داره امیر رابطه زن و شوهری تیره هست از بسیاری ها و ما شما شاهد بودیم در برنامه های خود همیش که کشمکش های وجود داشته مخصوصا مرد افغانستان بیشتر خشونت میکنه و این خشونت هم از عوامل مختلفی داره که ما در برنامه های خود صحبت کردیم رویش. انشاءالله جناب استاد برسن این مورد هم با جناب استاد پاسخ انشاءالله مطرح میکنیم. یک میان برنامه کوتاه استاد رسیدن انشاءالله بعد از میان برنامه کوتاه و یا هم نشر حدیث کوتاهی نشر میکنیم و بعدا دریافت پاسخ از جناب استاد. خوش آمدین. ادامه اسلام و قرآن را بگونی نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. آقای دکتور فضل الرحیم بصیرت استاد دانشگاه با ما پیوستن. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدین. شما به سلامت. استاد پیش از اینکه ما تا وقتی که تماس بگیریم سوالی داشتیم پیش از آمدن شما. برادری تماس گرفته بودن گفتن یک پدر خانم خود نمیگذاره که خانه پدرش بره و او کدام دلیلی هم نداره. از شما نظر خواستن در چین حالت اگر خانم بدون اجازه شوهر فرض کنین به خانه پدرش میره آیا مشکلی پیش میآید نمیآید و بالاخره رای حلی مورد چی است؟ الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. یکی از حقوق مسلمان سر مسلمان قرابت هست و ایصال قرابت هست. یکی از حقوق خویشاوندی هست. بناهن او خاندان به این خسر خودش یا به این مردکه خودش از جمله خویشاونده هست. بله. و یکی از حقوق زنی هست که به اندازه معقول با خانه پدر و مادر خود برود. این حق زن هست. بنا نصیحت ما به دوست مایی هست که زن خود را از خانه پدر و مادر منع نکنه و این حق زن هست البته با اندازه معقول. حتی بعضی فقها گفته که در ماه یک مرتبه برو. حقوق را در حقوق زن ذکر شده در کتابای فقها اسلام و از طرف دیگر هر دو فامیل با هم خویشاونده میشه طوری که گفتم و قرابت و موضوع قرابت یکی از حقوق مشترک مسلمانان هست. بناهن ای دوست ما که زن خود را به خانه پدر مادر میمانه یک امری غیر شرعی را کرده و اگر ثابت شود که ای شوهر مطلقا زن خود را نمیمانه برای زن به اندازه معقول رفتن به خانه پدر و مادر جایز است بدون اجازه شوهر. بدون اجازه و مثالش هم ذکر میکنم در حدیث پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم حضرت هند زن ابو سفیان از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که شوهر ما ابو سفیان انسانی بخیل هست و نفقه مرا و نفقه اولادای مرا با مو اندازه که برای ما کفایت میکنه نمیده آیا از مال او بدون اجازه حق نفقه خود را بدون اذن بگیرم؟ یعنی پیغمبر خدا فرمود که صلی الله علیه وسلم که خودی من اماله ما یکفیکی و ولدکی بالمعروف. از مال ابو سفیان بدون اجازه حق نفقه خود را با اندازه معقول بگیر. وجود شما بسر و تشکر. تماس میگیریم. بله بفرمایید. بله آواز ما دارین؟
صاحب متهم خوب هستین جانتون جور ها شما به سلامت آقای غفار عزیز صدایتان به اون میمانه بفرمایید در خدمت شما هستم خیبین زنده باشین ببخشین سیرت صاحب یک سوال داشتیم امی سه قاعده فقهی را یکی از کتابا خواندیم به نام معونت اهانت و ارهاس امیر اگر استاد جواب بدن که چی معنا داره استاد سوال گرفتین شما؟ پیامبر سلام است به ولی است یا به کی است قبل از نبوت است یا بعد از نبوت تشکر از برنامه‌تان ببخشید بدامت شد شما به سلامت کاش که امیر بگویی که چه قسم قرآن خواندی برادر غفار عزیز خب تماسشان قطع شد سه اصطلاح فقهی را گفتن استاد خب سه اصطلاح گفت یا قاعده را گفت اگر اصطلاح باشه سنتر از قاعده گفته باشه خودش میگفت که با کدام صیغه قاعده را خوانده هست غفار عزیز واتساپ ما پیش شما است امی سوالتان دوباره در واتساپ ارسال کنین 0782-2247 اما کوتاه بپرسین انشاءالله اینه من انترنت خودم روشن میکنم امیدوار هستم که سوالتان برای ما برسه و اگر رسید ما دوباره از جناب استاد سوالتان را مطرح میکنم چون شما بسیار به عجله تماس قطع کردین استاد سوالی داریم آیا قاچاقبری انسان از نظر شرعی جواز داره یعنی؟ قاچاق انسان خو خیلی مسئله سخت است یعنی بلندترین مسئله است اگر قاچاق اموال بدون دولت مشروع اذن دولت مشروع باشه اکمر حرام است اگر کسی قاچاق مالی میکنه و از دولت پوت میکنه تا دولت مالی خود نگیره تکس نگیره و امثال او و چیزی که دولت مربوطه او را مشروع کرده او گناه هست چیکی با قاچاق انسان قاچاق انسان اگر شرح کنیم باز ما شما میتونیم که او را حکمش هم ذکر کنیم قاچاق انسان به این معنا باشه که کشورای معین مثلا اجازه نمیده که ما شما داخل شیم در کشور شما و بعضی مردم ما شما را به طریق طرق غیر مشروع امو داخل کشور امسایه میکنه در حالی که کشور مربوطه اجازه نمیده این باز جواز داره یعنی نه به هیچ صورت جایز نیست همچنان اگر دیگر بحث بکنیم قاچاق اطفال آل موضوع زیاد شد که قاچاق ایام یک نوع بلکه اختطاف قاچاق اطفال است که اطفال بدون معلومات فامیل و بدون اذن آنها گرفته میشه و در جای دیگری برده میشه به اروپا انتقال پیدا میکنه اطفال باشه کلام باشه قاچاق انسان یک عملی غیر مشروع وجود شما با سلامت به گفتهای شما میگردم دوباره برمیگردیم تماس میگیریم فوزی خواهر از ولایت قندوز روی خط تلفن هست بله بفرما بله سلام علیکم بله آواز ما دارین خواهر بله سلام علیکم علیک السلام و رحمت الله امکارا داخل استودیو آواز نداریم بله سلام علیکم همکارا داخل استودیو را آواز به دلیلی بدین که استاد تماس بشنوه و پاس سوال بگیره بفرمایید. بله. بفرمایید خواهر. سلام علیکم. بفرمایید آواز شما را داریم. بفرمایید آواز شما. من سوال داشتم از مالایشه. بفرمایید خواهر بفرمایید. بفرمایید خواهر بفرمایید. من شوهر ما که است زیاد بر اخلاق است. خب شوهر اینا بد اخلاق است سوال درست نگرفتیم دیگه واضح نشد که چگونه بد اخلاق استاد در گفتهای قبلی برمیگردیم بعدش با این مورد سوال خواهر فرض کنین در کشور ما ناامنی هست جوان کشور بیکار هست یا در ولایتی از زندگی میکنه که امنیت نداره پول ایرام نداره که به شکل قانونی ویزا بگیره بره وارد یک کشور شوه فرض کنین از سر ناچاری و سر بیکاری و از نبود امنیت این با قاچاقگر گپ میزنه امو پولم نداره اما یک قرض و وام میکنه و اصلا میره به یک کشور هیچ چنین حالا چی باید کرد این مسائل همگی تابع امو وسایل هست که مسائلی که استعمال میشه وسایل مشروع هست یا غیر مشروع او وسائلی که در این باره استخدام میشه به نظر ما وسائل غیر مشروع است به این معنی که منظورتان از وسائل چی است؟ به این معنی که امو طرق رفتن به امو کشورایی که میریم از طرق مشروع میریم یا غیر مشروع میریم طبعا قبلا گفتم که اکثر کشورها اجازه نمیده که در کشورشان کسی داخل شوه او کشور مربوطه ایره منع کرده و قوانین عامه کشورها به امو منوال است که فعلا حال این کل دنیا را قبول داره که بدون راه اجازه ویزا گرفتن یا بدون راه قانونی کسی باید کشور دیگه داخل نشه و مسائل امنیتی و گپای مختلفی پیدا شده بناهن به این اساس اگر این وسائلی دیگر امر دیگر سیرت سیبی است که
در رشوت استعمال میشه. به این معنا که او قاچاقبر کی کار میکنه جای مختلف رشوت استعمال میکنه. بله. و هر عملی که در داخل او طرق غیر مشروع استعمال شو ما او را غیر مشروع میگیم. سلامت باشین. استاد سوالی که برادر روان کرده بودن قبلا که تماس گرفته بودن گفته نوشته کرده سوالم اهانت، معونت و ارهاس در اصطلاح عقیده چی معنی داره؟ اول اهانت بوده. و اهانت بی‌عزتی یک انسان میگه. و امر حرام هست. مسلمان آینه مسلمان هست. المسلم اخ المسلم لا يخذله. مسلمان برادر مسلمان هست. او را باید اهانت نکنه. فلذا اهانت بی‌عزتی و بی‌حرمتی انسان میگه، مسلمان میگه. و اهانت مسلمان مطلقا جایز نیست، چی زنده باشه چی مرده. کلمه دیگری معونت بوده. بله. کمک کردن به دیگرا. یکی از برعکس مسئله سابقه هست. اهانت مسلمان حرام بوده، ولیکن کمک کردن به مسلمان یک امر مشروع هست، یک امر مستحب هست. این معنای کلمه دوم بوده. کلمه سوم ارهاس مام نفهمیدم. سلامت باشین، تشکر. از هرات باستان تماس داشتیم، با پوزش قطع شد تماسشان چون جناب دکتر صحبت میکردن، نخواستیم فرصت صحبت در مداخله در صحبت های جناب استاد شود. استاد، یک چیزی که بسیار رایج هست در کشور ما گرفتن دودی و یا تعویض هست. خب تعویض، خب تعویض دودی شکلی است که ابو تعویض نویس نوشته میکنه میگه ایره دود کنین. خواهری از آلمان پرسیدن، فکر میکنم با گمان اغلب کی دود کردن همی دودیه که به اصطلاح همی تعویض نویس میتن، ما نامش ملا نمیگیریم چون درست نیست. از نظر شریعت چگونه هست؟ یکی تعویض است و یکی ما ساخت میگیم. سخت ایره میگه که در یک ورقه یک مولویسی بیا کس که تعویض نویس است بعضی آیت های قرآن کریم نوشته میکنه، دعاهای مشروع را نوشته میکنه و برای تو میگه که امیر در آب آب کو و او را آب بنوش. قسم اول اکثر علماء اسلام او را غیر مشروع میگه، تعویض آویزان کردن در حلقه انسان. اما ساخت که گفتم یا صحابه کرام ثابت شده، از ابن عباس و ابن مسعود ثابت شده، بنا اگر کسی با کسی جزی از آیات قرآن نوشته کنه، دعاهای معصور نوشته کنه و با تو میته که امیر دعا او او کنید و آوش بنوشید، امو جایز است. و در گردن انداختن؟ انداختنش غیر مشروع. سلامت، با گفته های شما برمیگردم، تماس میگیریم. بله بفرمایید. طاهره خواهر روی خط تلفن هست. بله بفرمایید خواهر. خو گفتن بفرمایید خواهر. چی بودم مثلا گفتم خو خب بفرمایید دوباره خواهر جان. خب تماستان دوست عزیز، زمانی که شما تماس میگیرین تماس شما با اتاق فرمان وصل میشه، اوجه سوالتان نگوین، اوجه فقط خود یک معرفی کرین، اتاق فرمان تماس شما را با ما وصل میکنن، سوالتان با ما مطرح کنین. شما قسمی با ما صحبت کردین قبلا، یعنی به این معنا که دوباره سوالتان را تکرار میکنین. نخیر چین نیست، ما فقط همون فرصت آواز شما را شنیدیم و دوباره قطع شد. استاد، در مورد همین تعویض، اگر تعویض مشروع باشه، آیات متبرک باشه و یک ملا یا یک شخص اهل صالح ایده میته و اگر در گردن آویخته شوه آویزان شوه، این نادرست هست؟ خب یک تعداد علما به این نظر است، قبلا جواب مختصر گفتیم که تعویض مطلقا چی دعاهای معصور باشه یا غیر معصور حرام است. و دلیلش حدیث صحیح بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من تعلق تمیمه فقد اشرک، کسی که چیزی را تمیمه را تعویض را آویزان کرد او شرک کرده. نظر بعضی دهمی علمایی هست که تعویزی که با دعاهای معصور و یا قرآن باشه و مثلا صورت فاتحه دو نوشته باشه، آویزان کردن او در حلق باکی نداره، بشرط که در تشناب و حوام او را امره او داخل نشوه یا در دست بسته باشه باکی نداره. و دلشانی هست که یک جماعت یا صحابه کرام و روایت صحیح روایت بخاری و مسلم است که به سفر رفته بودن و در آمی آمدند یک جای میم شو آمدند، طبعا قدیما اوتلا نبوده، به یک قریه ماندند. مردم یک قریه نه برشان نان دادن نه جای دادن و بناهن نصف شو میشه که کلان قریه او را مار گزیده هست و این مردم بخاطر علاج کردن کلان خود هرچی وسایل که داشتن چیزی نشد و آدم را مار گزیده زیر خطر است.
پس یه مردم قریه مجبور شدن که به صحابه کرام میان که کلان ما را مار گزیده هست، خیلی حالت بد قرار داره، اگر شما کدام چیزی را داشته باشید. آنها میگه ما داریم، ولیکن شما مردم اقل نان ما را ندارید، ما گشنه در قریه تنخواه شدیم. فالیزه اگر ما را گزفن نتین، ما صاحبتان را دم دوا نمی کنیم. آنها گفتن گزفن میتین، سم دستی حاضر هستیم، لیکن کلان ما را دم کنیم که جور شد. صحابه کرام به صورت فاتحه امو آدم کلان قریه را دم کردن و جور شد و گزفند او را گرفتن. رفتن به مدینه منوره، گزفند امرایشان و امی قضیه را به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کردن. پیغمبر خدا گفت که اینها رقیه، این دم کردن بوده، بسیار کار نیک کردین، از این گزفندتان چیزی مانده باشن با من بدین که من بخورم. بنا اندر اینجا دیده شد که و دم دوار کردن و در مقابلشان اجر هم گرفتن. بین این حدیث به دو امر دلالت میکنه و حدیث هم صحیح هست. یکی است که دم دوا کردن مشروع هست و دوم است که به او مردم که اجرت میگیره، چی بگیم، شکرانه میگیرن، شکرانه گرفتنم جایز است. بعضی علما به این حدیث استدلال میکنه و میگن تعویذی که او جزی اجزای قرآن باشه، دعاهای مأثور باشه، امر حرام نباشه، یا بدوح یا بدوح نباشه، 12 ضرب 14 نباشه، جایز است و اجرتم جایز است. سلامت امکارا تماس، خب فرصتی باید تماس می گرفتن که ختم جواب استاد می بود، پوزش از یکی از خواهرها از مزار تماس گرفته بودن، در امکارا در گوش ما گفتن، اما جناب استاد در جریان صحبت بودن، نخواستیم که صحبت های استاد قطع شود. استاد، یعنی به این معنا که یک آدم میتونه که در بدل دم و دعا اجرت بخواهد؟ بالکل، در مقابل دم دعا. یک باز یک نکته است که این تعویذ نویسایی که به اصطلاح جادوگرا است، به او یک چی پیدا میشه؟ گفتم جادوگری اصلا در اسلام حرام است، سحر است و امام ابو حنیفه مذهب شیعه که جادوگر قتل کنید. و اکثر مذاهب مسلمان اسلامی با می نظر که جادوگر را قتل کنید. فلز ماسه روشن هست، جادو مطلقا حرام هست و با چیزی که بو تابع هست. اما اگر یک انسان صالح کسی را دم میکنه، دعا میکنه و با قرآن و سنت او را دواهای مشروع استعمال میکنه، این خود دم کردنش نال، اگر میگه که مثلا دم میکنه پول بده و مزدش هم جایز، مزد اگر خودش بده خود راست، اگر خودش بخواد چتو. اونجا صحابه کرام خسته بودن، خسته بودن و گرفتن و پیغمبر خدا گفت که اینها رقیه، ای دم کردن هست، بتین اگر چیزی از گوشت گوسفند مانده باشه به من بدین. در مورد این دود کردن، ای چون جا او را ما نفهمیدم، بنا گپ شفامیدم که در امو ورقه چیز دعاهای معصور نوشته است و یا دعا نیست بلکه جادو نوشته است. اگر جادو باشه گرفتنش هم حرام، دادنش هم حرام و کل گپ غلط در دادن. اما اگر او دعای قرآن باشه، در اونجا سخت ایتو آمده که او را در آب کنن، این که او را بسوزن. سلامت باشین، تشکر. شما با سلامت باشین، سپاس شکران از تمامی شما سروران. وقفه میگیریم و پس از وقفه پوزش نشر اذان جمعه مبارک با فخ شهر کابل و در ادامه با موضوع نکاح و شرایطش با جناب استاد حرف و حدیث داریم. تمنای همراهی شما را دارم. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام و قرآن را به گونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. دوستان عزیز، مورد بحث ما در این فرصت نکاح هست و شرایط نکاح. در این بخش شما هم میتونین تماس بگیرین و سوالی که داشتین در ارتباط با موضوع نکاح بپرسین، هر مشکلی که دارین بپرسین. فرصت با ما زیاد هست، نیم ساعت هست، فقط سر یک موضوع انشاءالله مشخص بحث میکنیم. هر سوالی که دارین فقط در ارتباط با نکاح، اگر بیرون از نکاح هست او را پیام کنین برای ما در صفحه اسلام و قرآن و یا هم در واتساپ ما 0782-22-47-10. جناب استاد، من از جا آغاز میکنم، نیمی نکاح در اسلام هست؟ الحمدلله و صلاة و سلام رسول الله، نه در اسلام نیم نکاح نیست، لیکن یک فرهنگ ما هست، بله، یک در اصطلاحات وطنکی ما و شما هست که نامزدی را نیم نکاح میگه. بله. از نگاه اصطلاح افغانی ما کدام کلمه امی استعمال غلط نیست، یعنی گپی بدی نیست،
به این معنی که یک تعهد صورت گرفته و تعهد نهایی نشده، چون تعهد نهایی است که عقد نکاح در حضور شاهده بسته شوه، او صورت نگرفته. فامیل دخترم وعده کرده، وعده کرده و فامیل بچم وعده کردن با هم. و قانون مدنی ما میگه و فقهای ما هم میگه، فقهای ما ابن قدامه در مغنی میگه که نامزادی از او به اتفاق فقها رجوع کردن جایز است. به خاطر آره مرد ما شما رو نیم نکاح میگه، به این معنی که اگر او را فسخ میکنی کرده میتانی و هیچ مسئولیت هم نداره، به این معنی که نه مهر داده شده و نه داده میشه و نه تعیین شده، بلکه یک تعهد لفظی صورت گرفته، نکاح حقیقی صورت نگرفته. و مردم ما شما را نیم نکاح میگه، ما میگه یک عرفی ما هست و شرط را نظر شمی هست که از نامزادی رجوع کردن جایز است. منظورتان از رجوع کردن چه قسمی هست؟ که مثل که در اینجا رواجم هست و شرط مرا تایید کرده، اکثر مردم در کابل نامزاد میشن، ولایت وجود نداره، در کابل نامزاد میشن و پس یک دو ماه بعد دختر میفهمه که بچه را با خواست ما برابر نیست. اگر در محکمه رجوع میکنه، محکمه بدون دلایل او را از بین میبره، چون قانون مدنی امر را به صراحت ذکر کرده. اما نکاح را قاضی نمیتونه، سروالی میتونه بدون دلایل معقول، بدون مسائل و شرایط و بحث طولانی قضایی سروالی نمیتونه فسخ کن از بین ببره. اما نامزدی را بسیار با سلامت. پس سوالی استاد که در نیم نکاح دو طرف محرم هم دیگر شده میتونن؟ نه، محرم نیستن. ما به خاطر وقتی که شاگرده ما به ما رجوع میکنه، ما مشوره ما در باره قرار زیل است که وقتی که دو فامیل با هم اتفاق کردن، دادیم و گرفتیم و نکاح عقد نکاح بسته نشده، در اینجا یک ما تعامل بکنن، یک دو ما وقتی که با هم شناختن که هر دو فامیل کاری که کردیم صحیح بوده، بچه هم انسان معقول هست، دخترم یک انسان معقول هست، شرط زندگی ما با هم نزدیک است، در صورت توصیه مایی هست که عقد نکاح را بسته کنه. با مو سوالی که چرا توصیه شما چین؟ به خاطر که آره میشنویم که همو بچه و دختر میرن با پارک فلانی و پارک فلانی و شاید کدام تلم با هم وقتم تیر بکنن، بنا یا با هم محرم نیستن و اقتراب جنسیشان هم مشروع نیست، بنا تا عملشان یک عمل شرعی شوه، یک ماه که تیر شد یا چند روز که تیر شد و با هم شناختن و فامیلا اطمینانشان حاصل شد، عقد نکاح را بسته کنه. بعضی چی باقی نداره که امی دختر و بچه با هم بر در پارک که میرن، اگر در هتل میرن، اگر با هم خلوتی میکنن، اگر با هم حتی اقترابی معاشرتی میکنن، هیچ باقی نداره. شما با سلامت تماس میگیریم، برمیگردیم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله، بفرمایید. واسن جناب مالایش، ما یک سوال داشتم، نمی ما ضابطه با نیکا میشنیم، بفرمایید برادر. سوال ما این است که در عدی امینیایی محری گرفته میشه چه قدر از چی حالت زی وطن که جوانای ما دخترای ما برسوندی چلو چلو پنج میرسه بچه همچنان از همین طریق رسوم هم که افقا شما با مردم واضح بسنید که مردم بیدار شدن این حالت چی حالت است که جریان داره زی وطن. تشکر. ما به گوش مردم میرسانیم، امیدوارم این مردم بشنوند. ما بار بار در این مورد صحبت کردیم و بنابر مشکلی که در جامعه وجود داره امروز هم موضوع بحث ما را همین مورد قرار دادیم. استاد مورد بسیار خوب اشاره کردین. اگر این شناخت از قبل وجود داشته باشد، طرفین هم دیگر را بشناسند، فامیل پسر هم بشناسه که ابی دختر قابل قبول است، بچه خاله است مثلا، اگر در محفل شیرینی خوری که به اصطلاح امروز هست در کابل و ممکن در بعضی از ولایات هم باشه، اگر این نکاح یک ایجاب قبول نشه و مکمل نکاح شوه، نظر شما چی است؟ خیلی گپی معقول هست. گفتی شما وقتی که با هم میشناسن، مثلا بگویم در یک دفتر با هم ماموریت دارن، میشناسن، بله این فلانی هست، پنج سال در دفتر مام هستیم یا ما هستن میشناسیم، یا خویشاونده هستن مثل دختر کاکا ماما خاله هم سالیزو اهل قریه هم سایه، بهترین کاری است که روز اول نکاح عقد بسته شوه، مهرم تعیین شوه، حتی شرایط هم اگر داشته باشن ذکر شوه، بالکل خوب است. چند فواید داره. یکی، اما مادر دختر خوشوی بریزی محرم شد، این بچه در او خانه محرم محاسبه میشه، رفتن زو یک امر مشروع است. اگر امرای خانم خود تنها میشنه، امر مشروع است. بلکه به صراحت بگیم اگر با آنها یک جا بستر میشن، باقی هم نداره،
بنا نکاح بسته کردن بسیار کاری معقول شما بس البت استاد در افغانستان یک چیز دیگه هم رایج هست اما تو عامیانه صحبت میکنیم تا مردم همه موارد بفهمند ایجاب قبول صورت میگیرد دو نفر شاهد میرن پیش دختر دوباره که آمد یک پیش نماز یا یک کسی که عقد میبنده امیجا میشینه و اقرار دو شاهد میگیره میگه امی فلانی را بر فلانی داده شد اما در آینده ها تسلیمش میکنیم با امی واژه ها میگن در آینده ها تسلیمش میکنیم یعنی دختر در آینده بسر تسلیم بسر میشه یک و میگن که باز عقد با مذرد مهر در زمانی که عروسی شد باز در اون زمان مهر تعیین میکنیم امی واژه ها و امی شیوه چقدر پذیرفته شده هر دویش کارای خوب نیست خواه اولین که راستیم در بعضی مجالس بودم در بعضی ولایت‌ها و در کابل امی موجود داره که و تسلیمش میکنم یا الحمدلله طرفای ما وجود نداره امی کلمه و این کلمه اصلا غلط است این مسئله ما تسلیمی نیست صحیح است که در نظر شریعت پدر ولی هست و این مسئولیت داره ولیکن فکر میکنم به کلمه ضرورت نیست فقط کفایت میکنه ما پدر یا ما کاکا یا ما مارس کس که هست وکیل فلانی جان هستم زینب بنت فلان و او را به نکاح شرعی داده بودم و دادمش با طرف مقابل خطاب میکنه و آنها میگه که ما قبول کرده بودیم و قبول کردم امی قدر کفایت میکنه مهر چون اینها گمان میکنن که امو این نصف نکاح است به خاطر میگه که مهر در وقتی عروسی تعیین میکنیم ما میگیم که و ای بسیار نقطه مهم است سیرت سه بفرمایید وقتی که در حضور مردم گفته میشه که فلانی را به فلانی داده و میگه قبول کردم در این یک نقطه نقصان وجود داره اگر امو کامل باشه این نکاح است و نقصان چی است در این لحظه اذن دختر گرفته شده یا نه منظورتون از اذن چی است یک بار کیش باید بگوین ای امیر میگم ما و شما از نگاه فرهنگی دختر میگن که پدر تیر فلانی میت بله و پدر مکار میکنه یک قسم امی تعامل است قسم دیگر یه است که در شاری اگر گپ بزنیم صراحتا دختر میگه که ما فلانی مرا بیتین ما گپ زدیم و یا پدرش میگه که فلانی آمده دختر میگه ما هیچ مشکل ندارم اینجا اذن گرفته شد دختر گفت که من قبول دارم فلانی را فلانی را بالکل ما هم قبول داریم شما هم پدر چیزی که جرات است بکنین اینجا دختر اذن نداد و فقط از نگاه شریعت اگر پدر به صراحت به دختر بگه که تو به فلانی میتو میگه پدر جان چیز گپی نیست قبول دارم هرچی که شما تصمیم میگیرین برای ما قبول است اینجا پدر وکیل شد اگر این پدر در پیش مردم میگه که دختر ما فلانی بنت فلانی که به این نام دیگه دختر ندارم میره به فلانی دادم و چند نفر شاهد بود این نکاح شد این نامزدی نیست و مردم ما ایره گمان میکنه که نامزدی است نامزدی نیست امین نکاح شد امین نکاح شد و مرته این نشد استاد باز فقط چی؟ هیچ مهر اساس قضیه نیست چرا مهر شرط میگه قرآن میگه که اگر تعیین کردی خواه متعین هست اگر تعیین نکردی مهر مثل است فلازا مهر موضوعش آسان تر است بالکل اگر تعیین کردی خواه مهر هست اگر تعیین نکردی حق امیزان مهر مثل شد این مهر مثل یعنی چی مهر مثل به معنی که خشاوانده دختر اقرب الناس الیها چیزی که خاندانش هست دختر کاکا و خاله و ماما چیزی که هست او را چیزی که مهر بود امیر را بشن داده شد وجود شما بسلامت ادامه برنامه پس از وقفه امی وقفه را بگو مبین جانم بگو کوتاه بگیری که امی مشتاد یک سوال دیگه هم هست یک روز یک دختر خانم پیام کرده بود نشترش که یاد نروا نمیره استاد که ایچی هست ما شاهد نداشتیم خدا و رسول شاهد گرفتیم و نکاح خدا بست نکردیم دختر اقرار کرد که من بچه را قبول دارم بچه اقرار کرد که من تو را قبول دارم هیچی میشه استاد خب این ما دو سخن دارم اگر کسی میگه تو کار میکنم ما نکاح فاسد است نکاح بدون شاهدان فاسد است و سر نکاح فاسد اولاد نسبش ثابت میشه اما سر نکاح باطل اولاد نسبش ثابت نمیشه اما اگر ما شما اینجا موضوع مطرح میکنیم به کلی مردم میگیم که نکاح نکاح نیست به خاطر از اینکه این به اتفاق سری را باز میکنه و شرط اتفاق سری را به صورت قبول نداره خیر فهمیدی صدا این نکته را استاد به این خاطر بعضی مسائل از خصوصی گفتم میتونی عام که شد بعد گپ به شکل باشه که راه دروازه را بند کنیم خیر بنید شرط گفته که فاسد است نه خیلی قوی تر میکنیم به خاطر که اتفاق سری دختر و بچه نباشه اتفاق سری دختر بچه را ما قبول نداریم ولی قبول پیدا شده چرا خود دختر به ما زنگ زده چند مرتبه که ما این کار کرد شروع شده کس از کام ما ایچی لانگ خوبه
خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام اقران را به گونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. دوست عزیز، مورد نکاح موضوع بحث ما در این فرصت هست. سوالاتی که شما هم دارین میتونین فقط تماس بگیرید. با تاسف که امروز اینترنت کار نمیته، از من نمیدونم مشکل چی هست. فقط تماس بگیرید 0720 220 993. هر سوالی که داشتین در مورد نکاح و اگر بیرون از نکاح سوال دارین، صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن و یا هم شماره تماس عادی و شماره تماس واتساپ ما 0782 22 47 10 در خدمت شما هست. استاد، من در جریان مخفی با شما صحبت کردم. یک روز یکی از شهریان به ما پیامی گذاشت در واتساپ، حتی جنس شام نام نمیگیریم که دختر بود یا پسر، گفتن ما دو نفر با هم توافق کردیم، در جای نشستیم و خدا و رسول شاهد گرفتیم، چون شاهدی نبود گفتیم خدا و رسول شاهد باشد، دختر اقرار میکنه که من تو پسر قبول دارم و پسر اقرار میکنه که من همین تو دختر خانم به نکاح قبول کردم، فقط شاهد ما خدا و پیامبر باشه. همین سوال کرد، من چند دلیلی گفتم، دیدم که همین پیام کسی که پیام گذاشته بسیار جدی هست، من حتی بلاک کردمش از واتساپ. من همین روش چقدر پسندیده هست، درست هست یا نادرست؟ بله، سوال جواب ما ای هست که بای همشیرا و برادرایی که هستن، ای ما ای را ما نکای فاسد میگیم. مذاهب اربعه میگن که شهادت دو شاهد مسلمان عاقل بالغ و سالم ای شرط است. دو تا شاهد، یک تا مگه باشه میشه؟ نه، دو شاهد. خواه خواه. دو شاهد. فقه حنفی را سانتر کرده، گفته یک مرد دو زنم جایز است. و مذاهب غیر حنفی میگن نه، دو مرد شرط است. خواه خواه. فلذا دو شاهد شرط است، برادرها و همشیرا، که در نکاح صورت بگیره تا ما بین نکاح و اتفاقات سری مردم تفاوت شوه. از روی تنهایی باشه، او بچه و مرد دختری که با هم ارتباط غیر مشروع داره و هم شد دیگر زمین دعوه را بکنه که ما نکاح کردیم. فلذا تا اسلام روی زیر گرفته باشه، در اسلام یک نکاح یک امر علنی هست، نه سری. و اتفاق شما یک امری سری بوده، چون خودتان میگین که ما بین ما هیچ کسی نبوده. به این خاطر امام مالک میگه که در نکاح اعلان شرط است. اعلان امیر میگه که مردم خبر شوه که فلانی امری فلانی ازدواج کرده. و این به خاطر عفت امی دختر اضافه تر است. چا تا حقوق او از بین نروه. اگر ما امری کسی پت اتفاق میکنم، سبا منکر میشم. هیچ چیزی نبوده. و امکان داره او طرف مقابل اولاد داره، امکان داره او بگه که نفقه مرا بدی، مهر مرا بدی. ما میگیم هیچ چیزی صورت نگرفته، دروغ است، هیچ چیز ازدواج صورت نگرفته. بنا ان این قسم تعامل را ما از نظر شرعت یک امر حرام میگیم. و دوستا هم اگه باید به وجود شما با سلامت. سوالی داشتیم، برادر گفتن در قسمت مهر دچار مشکل هستیم، مهریه بسیار بالا رفته و این سبب شده که دختر و پسر به ازدواجی که حقشان است و خواستشان است نمیرسن. شما نظر خواستن. سوال خیلی معقول هست. متاسفانه آل مردم ما زیر تاثیر مطبوعات آمده، سیرت چه بقار نشود. بفرمایید، دست باز دارید. موضوع حقوق زن و مسئله زن بسیار در کل مطبوعات مطرح است. آلی اکثر دخترای ما ازدواج نمی کنه. منتظر ازی است که بچه موتر داره نداره، یک خانه در کابل داره نداره، یک $2000 تنخواه داره نداره. مسائل بلند رفت و نتیجه شد که بچه زن گرفته نمیتونه و دخترای ما هم بدون ازدواج ماندن. واقعا یک غوغای قائم شده که مانع ازدواج شدن. خواهش ما است از اولیای امور، از دولت، از مطبوعات، از منبر و مسجد، از علما، همگی به عباره باید کمک بکنه و مصارف ازدواج را کم کنه. آلی اوتل شرط کده، عملا دخترها کلی میگه بدون اوتل ازدواج قبول ندارم. بله، بلکه مسئله به اندازه سختتر شده که آلی نامزدی را هم در اوتل میگه. بله میگه. فلذا مصارف اوتل بدون شک بلندتر است. و دو بچه و دختره بدون ازدواج میمانه. خواهش ما است که عمل غیر شرعی هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دخترای او، زنهای او از 500 درهم اسلامی ازدواجشان بلندتر نبوده. و حضرت عایشه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که بهترین نکاح او هست که ایسرها مؤونتا، بهتر نکاح او هست که مصارف او کمتر. وجود شما با سلامت. تماس میگیریم. جاوید برادر خط تلفن هست. بله، فرما برادر. بله، سلام علیکم. السلام و رحمت الله. شما با سلامت بفرمایید. تشکر. سلام خدمت مولای شیخ. تقدیم میکنم در باره میاقمر.
استاد شما سوال گرفتین به طور کامل؟ خوب است که برای ما سوال شد. دوباره یک بار تکرار کنین برادر سوال تا نه؟ مولای سر امی اقلال دختر که بسته میشه شب نکاح یک سش به حساب راه و یک سش به حساب مصارف میارم یک سش میمونه کمیسه که میمونه میکنم بیتا باید تشکر. استاد سوالشانی است که امی مهره در نکاح سه تقسیم میکنن، یک تقسیم معجل میکنن، یک شب معجل و بالاخره یک قسمتش هم میگه بانن در شب زفاف ای باید پرداخته شود. سوال امی هست، خب این اگر ما کلی تر سوال کنیم بپرسیم امی مورد باز کنیم که می در کابل شاید در بعضی از ولایات همی باشه که ما را دو تقسیم میکنن، معجل و معجل. یک قسمتش میگن که امی زیوراتی که برش گرفته شده و پولی که داده شده به او تقسیم میکنن، یک قسمت دیگه شداری کاغذ نوشته میکنن هر زمانی که نمیفهم دیگه که هر زمانی که خواست بازی داده شود قرض میمانه. قرض میمانه. خب بفرمایید این مسئله را باز کنید. حقیقت مسئله ای است که این مسئله در مرکز و ولایت فرق میکنه. در مرکز چیزی که ما عالی دیدیم و با دوستا زندگی کردیم واقعا مهر زیاد نوشته میکنه به خاطر خوف آینده دختر. دختر طلاق شوه نوشته شده یک اتاق خانه نوشته شده یک 20 لک افغانی قرض نوشته شده و به خاطر بچه را بندی میکنه. خو خو. و از امو میترسه و طلاق نمیده و عالی معزل کلان در کابل شده چیزایی که برای ما از طریق شاگردای ما میرسه. بینه اولی را میگیم که مهر معجل کردن امری ضروری در شرط نیست. امیدم باز کردین مهر معجل یعنی چی؟ مهر معجل به این معنی که مهر نقد و مهر قسط قرض والا 2 لک رو پردادم 3 لک دادم و 3 لک قرض باشه هر وقت قادر شمی رمیتم او شرط معجل و معجل اردو را ذکر کرده ولیکن روشن باشه که امری ضروری نیست. به این معنی اگر ما قادر باشم کلی مهر زن خودم میتم نقدن طلا باشه زمین باشه ممیال برش میتم خلاص حق تو شد ما خلاص شدم. فلذا معجل کردن امری ضرور نیست ولیکن در نکاح هایی که در کابل حاضر میشم دوستار میبینم حتی من یک چیز را معجل میکنم به خاطر خوف دختر خود. پس اگر مردم خوف داره ما چیزی نمیگیم که معجل نوشته شوه اما امری ضروری نیست. میشه کلی مهر شکل درستش چگونه است استاد؟ شکل درستی است که آدم نقد مهر زن خود را بیتا و که خلاص کنه. و کلی مهر زن خود را بیتا خب شاید مشکل است استاد. 5 لک 6 لک در کابل فرض کنین 10 لک افغانی تا همو فرصت دیگه نکاح بسته میشه. مهر کم شود جنابی سیرت شد چرا مهر زیاد باشه؟ فرض کنیم که 3 لک 2 لک مهر باشن او را شوهر داده میتونه اما اگر مهر گفتی تو 10 لک باشه نمیتونه فی الحال کل گیره نقد بده. میران میگه که از 4 لک افغانی طلا را گرفتیم من 6 لک افغانی امور در سند نوشته میکنه 4 لک افغانی نقد در صورت طلا داده شد و 6 لک افغانی معجل من بازیر تو میکنه. بعضی مردم که در مقابل از او یک اتاق نوشته میکنه و اتاق دهنده به دختر به زن نمیته این مصیبت دیگری هست. پیشنهاد ما به دوستایی است که خانه نوشته کردن غلط است. قطعا بدلی چی؟ بدلی از اینکه او خانه مشترک کل کی فامیل است. بلکه او خانه غالبا خانه پدر هست. این بچه دو اصلا حق نداره. پس ما برای تو زمین کس دیگه نوشته کنم؟ امری غیر معقول هست. چیزی رو نوشته کنه که ملکیتش از این بچه باشه. از این بچه باشه. و هیچ قبول نیست که پدر در این چیزی نوشته میکنه. و اگر پدر نوشته کرد باز جوانی بکنه امور بیته. با مو خانم بیته تو نوشته کردی. اگر بچه خود بخشش میکنی بیتی. اگر بخشش نمی کنی دروغ نوشته کردی و در اینجا یک جنجال کلان برای مردم. شما در مراسم نکاح در کابل ما با تاسف در عروسی ها در ولایت شرکت نکردیم که مراسم عقد شان ببینیم اما در کابل همین شیوه یک رایج هست. دو نفر شاهد میره پیش دختر خانم، خانم خودش حضور نمی داشته باشه در محفل عقد نکاح، بعدش میه همین نکاح بسته میشه و همین کسی قاضی خونه است ملایمان فعلا در کابل بیشتر نکاح را بسته میکنه. باز مهر تعیین میکنه معجل و معجل و بالاخره یک تقابل افکار صورت میگیره. دختر کسی را که وکیل گرفته با وکیل پسر کمی نرخ تا و بالا میشه مثلا 10 لک بلاخ... اول 20 میباشه و بالاخره یا بالاتر باز زده و کنده بالاخره ایره به یک مقدار میرسانن. همین شکل رایج شما حتما شاهد بودین. چقدر پذیرفتنی است و چقدر با معیارهای شرعی برابر هست؟ دو بحث اینجا باید شود. یک
امی کی ما از جلسه عام دو نفر جوان رای میکنیم که از دختر وکالت بیاره رای کردن دو جوان این امر شرعی ضرور نیست جایز هست ضرور نیست چرا امی دو جوان فقط از امو دختر وکالت میارن و فقه میگه کاسانی در بدایستانای میگه که برای آوردن وکالت شاید گرفتن ضرور نیست بناهن پدر میتاره از امی جلسه بیرون شو پیش دختر خود براوه بگه که بچیم آل نکای تو را بسته میکنم با نامزد تو که آمد عروسی هم هست اجازه تو هست اون میگه پدر جان اجازه هست برو عقد ما را خب بیشتر شما گفتین دو تا شاید باشه یک تا شد پدر گرفت صبر کو صبر کو گپ مونده خب بفرمایید این فقط اذن به وکالت است خب اذن وکالت است ما از دختر خود اجازه میگیرم که عقد تو را با او مردم بسته کنم یا نه خب قبل گپ قدیما ختم شده خب آل فقط عقد نکاح است که شما چیزی که در کابل میبینیم پس پدر میتونه پیش از ازمی عروسی صبح با دختر خود بگه که بچه امروز میفهمیم شو عروسی است مرا وکالت میتی یا مامای تا بگیرم کاکای تا بگیرم او میگه پدر جان مهربانی کن وکیلی ما هستی صحیح شد گپ خلاص شد پدر در اونجا میتونه میگه ما فلانی ابن فلانی که وکیل شرعی دخترم فلانی جان هستم او را با نکای شرعی با فلانی جان دادم او میگه قبول کردم گپ خلاص شد چرا شاهد در اینجا مو مجلس است که اینجا ششته ما و شما در هتل در نکاحخانه میشینیم در اونجا 20 نفر ششته از این 20 نفر دو را قبول داریم 20 نفر شاهد کردیم که پیش شما ما اقرار میکنم که وکیل شرعی دختر خود هستم او را به نکاح شرعی به فلانی دادم او بچه حاضر است میگه قبول کردیم که خلاص شد اما اگر امو دو نفر میرن و از دختر وکالت میارن و اینجا یک امر دیگه ضرور هست چو پدر باشه یا دو نفر دیگه از اهل محل بعد اینها صدای دختر را بشنوند ما در قریجاتی مشکل داریم دختر صدای را میکنه که امی جوانه سی نمیشنوه دختر احاطه کردن به خیلی زنهای خشاونده تاو کردن از حلقاویز شدن به حول دختر بچه ها میگن که خب دختر را بگن که وکیل نکایتان کی هست و بخیر بسیار به صوتی پخش پایین میگه که کاکای ما یا مامای ما یا فلانی جان او وکیل نکای ما است بچه ها نمیشنون ای وکالت نیست خب بای خاطر ما وقتی که اگر نکاح را بسته میکنم بچه ها را میگیم که میرین صدای دختر را بشنوین خودتان خب که وکیل نکای شما کی است وکیل مهر و نفس تو کی هست وکیل مهر مهر مهم نیست وکیل نفس تو مهم است خب چون عقد نکاح هست مهر چیزی دوم هست مکیل نفس و مهر تو چی هست؟ او زینب میگه که آه فلانی هست یا شنیدن باز میتونن بین شهادت بیتن که ما شهیدی میتونیم اگر یک نفرم برا میشه استاد یک نفرم پروانه دار خود پدرم براوه خود ماما براوه کاکا براوه و با مو دختر بگه که آل عقد نکاح بسته میکنم وکیل تو کی هست که در نکاح و مهر تو کی هست شما به سلامت بسیار زیاد تشکر جناب آقای دکتور از یک فرصت دادین آمدین و به حل معضلات پرداختین بسیار زیاد تشکر شما به سلامت باشین پوزش و معذرت بابتی که دوستایی که سوال ارسال کرده بودن و ما وعده کرده بودم سوالاتتان میپرسم اما بنابر زیقی وقت نشد خیر باشه انشاءالله امو حرف معمول یارزنده و صحبت باقی هفته بعد انشاءالله سوالاتتان خود مطرح کردم صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست و شماره تماس واتساپ ما 0782224710 تا دیدار بعد الان نگهدار شما